سلام، وقتتون بخیر باشه. محمد کریمی هستم و این دو شکایت با یک ویدیو جذاب روبیک دیگه خدمتتون هستم و این بار آموزش حل مکعب روبیک به روش داستانی یا همون بدون فرمول. خب همونطور که میدونید من تا 3-4 سال گذشته دو تا آموزش خیلی پربازی در زمینه روبیک گذاشتم، یکی تو کانال خود مؤسس چکا گذاشتم که بالاش 1,800,000 بازدید خورده تا الان، یکی هم تو کانال خودم گذاشتم که 250,000 بازدید خورده تو یوتیوب، هم همینطور خیلی پرطرفدار بود این آموزش و خیلی راحت همینطور ازش یاد بگیرن و به روش الگوریتمی بودش که یه سرعت خیلی ساده داشت. همین الان هم اگر دوست دارین میتونید ببینید داخل کانال یوتیوب داخل کانال آپارات من این آموزش جذاب رو ببینید و روبیکتون یاد بگیرید. اما توی این ویدیو میخوام بهتون مکعب روبیک رو به روش داستانی یا همون بدون الگوریتم یاد بدم. خب حالا یه سری هستن خودشون دارن میبینن، یه سری هستن اولیای بچه‌ها هستن دارن میبینن. این همون روشی هستش که خب میگن روبیک رو با شعر و قصه درس بدین و این حرفا، این همون روش دقیقاً و میخوام بهتون کامل یاد بدن که بدون هیچ فرمولی با یک سری داستان مکعب روبیکتون رو یاد بگیرین و بتونین مکعب روبیکتون رو حل بکنین. روش داستانی من رو اولین بار توسط آقای مهدی پور متعلم درست شده که حالا داستانهاش خیلی عوض شده و هر جایی و به یک سبکی تدریس شده، اما من توی این ویدیو حالا داستان تلفیقی که خود ساده تر هم شده رو بهتون تدریس کنم که به جرئت میتونم بگم ساده ترین روش داستانی هستش و خیلی راحت میتونین باهاش روبیکتون رو یاد بگیرین. کسایی که روبیک تدریس میکنن یا مربی روبیک هم هستن این روش به دردشون میخوره، حتی اگه روبیک بلد هستن این روش رو ببینن، چون برای سنین 5 سال به بالا بسیار تدریس این روش راحت هستش و میتونید به شاگردای عزیزتون تدریس بکنید. پس تا آخر ویدیو با همراه باشین. این ویدیو اختصاصا برای یوتیوب هستش و البته تو آپارات هم بعد از مدیه بود گذاشته میشه، پس حتما کانال یوتیوب من دنبال کنید، بین داخل یوتیوب فارسی سرچ کنید محمد کریمی روبیک، یوتیوب دنبال کنین، سابسکرایب کنین، لایک هم یادتون نره. ویدیو قبلی هم ببینید، تمام محتویات من توی هم یوتیوب هم هستم، تو آپاراتم، صفحه اینستاگرام رو فالو کنین، تنها راه ارتباطی هم با شما عزیزان هستش که میتونین سوالاتتون رو از من بپرسین. یادتون باشه اگر که طی مراحلی که دارین توی آموزش میبینین هر حالتی بهتون خورد که روبیکتون عجیب غریب تر از چیزی بود که تو آموزش تدریس میکنم، یه ویدیو توی یوتیوب من هست به نام چرا گاهی مکعب روبیک حل نمیشه. اون ویدیو رو حتما ببینید تا سوالتون رفع شه، چون خیلی برای خیلی همچین مشکلی پیش میاد. بریم و در ادامه با ما همراه باشین. یادتون باشه هر قسمت رو باید 4-5 بار ببینید، هر تیکه رو، چون من یه ویدیو دارم ضبط میکنم، هر تیکه رو 4-5 بار ببینید، یه رو 20 دقیقه تمرین کنید، بعد برید مرحله بعدی که راحت تر متوجه بشین. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرین، با دوستاتون به اشتراک بذارین، در ادامه همراه باشین. خب در گام اول باید حرکت‌های روبیکمون رو یاد بگیریم. حرکت‌های روبیک به چند حرکت خیلی ساده تقسیم میشه. حرکت اول سمت راست هست که با این چرخش انجام میشه. وقتی میگیم در سمت راست باز شه، یعنی سمت راست بره بالا. وقتی میگیم در سمت راست بسته شه، یعنی سمت راست بره پایین. وقتی میگیم در سمت چپ باز شه، یعنی سمت چپ بره بالا. وقتی میگیم در سمت چپ بسته شه، یعنی سمت چپ بره پایین. این بالا به چپه، این بالا به راست، یعنی این میره سمت چپ، اینجا شستم اینجا باشه میره سمت راست. وقتی میگم بالا به چپ، یعنی دست شست دست چپ رو فشار بدید، میگم بالا به راست، شست دست راست رو فشار بدید. یه دونم داریم آسانسور. آسانسور پشت روبیک رو میگیریم، این روبروی است، این آسانسور باز میشه، این آسانسور بسته میشه درش. اگه دوبار آسانسور به چرخونین میشه یه آسانسور باز، دو آسانسور باز، ولی کلن بگیم میشه یه آسانسور، این درش باز میشه، این درش بسته میشه و این میشه کلن حرکت های روبیکمون. شما باید خوب این حرکت ها رو یاد بگیرین، الان تمرین بکنین، چون در ادامه باید به این حرکت ها مسلط باشین. بچه ها حتما این تیکر تمرین کنید و بیاین در ادامه بریم سراغ مراحل. موسیقی
خب وقتی روبیکتون رو خراب میکنن بهتون میدن، شما اولین کاری که باید بکنین اینه که خورشید رو توی مکعب روبیکتون پیدا کنین. حالا خورشید چیه؟ خورشید این وسطی نارنجیه، این وسطی آبیه، این وسطی قرمزه، این سفیده، این سبز، این زرده. خورشید به وسطی زرد میگن. پس هر موقع روبیک رو برای شما خراب میکنن بهتون میدن، شما اول خورشید رو پیدا میکنین، میذارین بالا، روبیکتون رو میذارین روی میز. مثل من دقیقا. پس خورشید همیشه باید کجا باشه؟ باید بالا باشه. خب مرحله اول اسمش مهمانی خانم ها هستش. یعنی ما 4 تا مهره خانم داریم که میخوایم بفرستیمشون کنار خورشید، که شکل نهایی در نهایت به این سبک میشه. خورشید بالا، 4 تا مهره کنار چم میشه مهره های خانم. حالا در کل ما توی روبیکمون چند مدل مهره داریم. یکی مهره هایی هستن که این وسط ها هن، لبه هایی هن که اینجا از دو رنگ تشکیل شدن. این دو رنگه، این دو رنگه، این دو رنگه، این دو رنگه. یکی مهره های مرکزه که این وسط ها، یکی مهره های گوش هست. خب این مهمونی خانم ها اگه دقت کنیم از 4 تا مهره لبه تشکیل شده. 1 2 3 4 درسته؟ بله، از 4 تا مهره لبه کاملا تشکیل شده. حالا این چجوری میخواد برن مهمونی؟ ما روبیکمون رو خراب میکنیم. بچه ها من روبیکم رو روی میز میذارم. کسایی که این ناموشو اینا یادتون باشه روبیکتون رو روی میز بذارین راحت تر حل میکنینش. خب روبیکم رو روی میز میذارم. خورشیدم که گفتم همیشه باید بالا باشه. الان روبیک ما به 4 طبقه، به 3 طبقه میخوایم تقسیمش کنیم. طبقه 4 که میشه همون مهمونی. طبقه اول اینجاست، طبقه دوم اینجاست، طبقه سوم اینجا، حالا چهارم یا همون بالا هم اینجاست. پس شد طبقه 1 2 3، این 3 طبقه. حالا ما نگاه میکنیم برای اینکه مهرهای خانم رو پیدا کنیم به این 4 مهره، این مهره اینجا، اینجا و اینجا، میگیم آیا توی این 4 تا مهره سفید هست یا خیر. خب اینجا سفیده، اینجا وسطش آبیه، اینجا سبزه و اینجا زرده. پس دقت کنید، نمیگم اینو 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 نگاه کنید، این وسطی، این وسطی، این وسطی و این وسطی. بله تو این 4 تا مهره سفید داریم. بله سفیده. طبقه چندمه؟ طبقه سوم. بچه‌هاتون باشه، اگر ما یک مهره خانوم در طبقه اول یا سوم داشتیم، همیشه باید یک آسانسور بزنیم. حالا این آسانسور یا باز میشه یا بسته. مثلا من الان اینجا چون طبقه سوم، قانون طبقه سوم اینه که یک آسانسور میزنیم، من آسانسور باز میزنم. خب دوباره میزنم روی میز، سوال میکنم، میگم آیا تو این 4 تا مهرم سفیده؟ اینجا، اینجا، اینجا و اینجا. بله طبقه دومه. طبقه سوم که گفتیم باید آسانسور بزنیم، طبقه اول هم باید آسانسور بزنیم، اما توی طبقه دومه. تو طبقه دوم میخوایم بفرستمش بالا کنار خورشید به تو مهمونی. اما قبل از اینکه بفرستمش بالا، نگاه میکنیم این وسط کنار خورشید سفید هست یا نه. بعد اینجا سفیده، پس باید چیکار کنم؟ این مهره سفیده رو بالا رو یه دونه به چپ میفرستم یا یه دونه به راست، یا چپ یا راست. الان کنار خورشید سمت راست رنگه، چون این سمت راسته زرده. پس این خانم خیلی راحت میره بالا توی مهمونی. پس دو تا خانم الان کنار خورشید درست شده. خب حالا برای مرحله بعدی ما الان دو تا درست، این دو تاش مونده. اینجا خانم داریم تو این 4 تا؟ نه، چون تو این 4 تا خانم نداریم، ما آدرس خونمون رو عوض میکنیم. چجوری آدرس رو عوض میکنیم؟ روبیک رو اینوری میکنم روی میز روبیکم. وقتی روی میز روبیکم رو اینوری میکنم، تو این 4 تا چی؟ اینجا که سبز، نارنجی، آبی و قرمز. تو این 4 تا هم خانم نداریم، پس آدرس عوض میکنم، میرم یه خونه دیگه دنبال خانم میگردم. تو این 4 تا چی؟ این، این، این و این. بله طبقه اول هم. چرا انتخاب نکردم بچه‌ها؟ درسته، چون این گوشه است. ما گفتیم از بین این و این و این و این انتخاب میکنیم. خب این سفیده کجاست؟ طبقه اوله. گفتیم طبقه اول چه حرکتی میخواست؟ طبقه اول یک حرکت آسانسور میخواست. حالا من اینجا دستم میارم پوش، یه آسانسور میزنم. آسانسورش هم نوع حرکتش فرقی نداره. خب
الان توی طبقه دوم سفید دارم، درسته؟ حالا که طبقه دومه بعد بفرستنش کنار تو مهمونی دیگه، کنار خورشید. صندلی کنار خورشیدش پره، چون این سری سمت چپه، صندلی کنار خورشید سمت چپ رو نگاه کن، اینجا پره، پس بالا رو یه دونه میچرخونم، دوباره صندلیش پره، پس دوباره میچرخونم. حالا دیگه صندلیش خالیه، چون هیچ خانومی اینجا نشسته. حالا که نشسته خیلی راحت میبرمش بالا کنار خورشید و این خانوممون هم به مهمونیش میرسه و در واقع ما الان سه تا خانوم رو حل کردیم. یه خانوم مونده بچه ها، کلن میریم دنبالش بگیم. تو این خونه داریم، اینجا 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 و اینجا که نداریم، میام اینور، اینجا 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 و اینجا هم سفید ندارم، میام اینور، اینجا 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 و اینجا، بعد اینجا دارم. طبقه دوم. خب طبقه اول و سوم که میدونیم باید آسانسور بزنیم، طبقه دوم باید نگاه کنیم بالا صندلیش پر نباشه دیگه، درسته؟ خب صندلیش پره، این سفیده، این بالا هم سفیده، این صندلی پره، بالا رو میچرخونیم. خب یه خانم دیگه اومد اینجا، صندلی اینم پره، اشکال نداره، دوباره میچرخونیم. ای بابا یه خانم دیگه اومد اینجا وسط، اینجا رو نگاه کنم، اینجا رو نگاه نمی کنم، یه خانم دیگه است، بازم فدا سرتون، یه بار دیگه بچرخونیم. حالا که چرخوندین چیکار میکنیم؟ اینجا دیگه صندلیش پر نیست، خیلی راحت اینو میبریم بالا و چهار تا خانم ما میان کنار خورشید قرار میگیرن و مرحله اولمون میشه این مرحله، یعنی مهمانی خانم ها، و این مرحله ما تکمیل میشه. یک بار دیگه مثال براتون حل میکنم. خب روبیکو میذارم روی میز، خورشیدم باید بالا باشه، تا اینا گفتم. نگاه میکنم جلوم، تو این چهار تا سفید دارم، یک دو سه چهار، بله اینجا دارم. طبقه سومه، اون طبقه سوم چه حرکتی باید بزنیم؟ گفتیم آسانسور باید بزنیم، یه آسانسور یا همون حرکت رو به رو رو میزنیم، میذارم روی میز. خب دوباره تو این چهار تا یک دو سه چهار سفید دارم، بله طبقه دومه. طبقه دوم صندلیش میشد اینجا دیگه، صندلیشو نگاه میکنم قرمزه، پس چون سفید نیست خانومی نشسته، صندلیش خالیه دیگه، میرم بالا خیلی راحت کنار خورشید، یک دو سه چهار، خورشید اینجا، هیچ مهره ای نیست. خب روبیکو اینوری میکنم، آدرس رو عوض میکنم، میرم خونه بعدی نگاه میکنم، تو این چهار تا سفید هست، بله هم اینجا هست هم اینجا، پس دو تا خانوم داریم. من خانوم طبقه دو رو انتخاب میکنم، شما هر کدوم دلتون خواست انتخاب کنید وقتی چند تا مهره دارین. خب خانوم طبقه دو میگم سه تا صندلی بالاش خالیه، نه صندلیش پره، پس بالا رو میچرخونم، این خانوم رفت کنار، حالا اینجاست، میارمش بالا به همین راحتی. دوباره نگاه میکنم اینجا خانوم دارم، نه آدرس رو عوض میکنم، تو این چهارتا خانوم دارم، بله خانومم طبقه سومه. وقتی طبقه سومه چیکار میکردیم؟ یه آسانسور، گفتیم طبقه اول یا سوم بود آسانسور میزنیم. حالا که اومد طبقه دوم، صندلی بالاش خالیه، بله خالیه، پس راحت برو بالا، تموم شد، یک دو سه تا صندلی خالی. خب یه خانوم مونده که باید بیاد اینجا تا مهمونیمون کامل بشه. خب اینجا که سفید نداریم، این آدرس هم سفید نداریم، این آدرس هم سفید نداریم، اینجا هم سفید نداریم. خب وقتی هیچ جا سفید نداشتیم، گم کردیم یه خانوممونو. خب اون خانمه که داره میاد مهمونی گم کرد آدرسو، ما میام چیکار میکنیم؟ یه صندلی سمت راست براش خالی میذاریم، یعنی اینجا سمت راست خورشید نباید سفید باشه. از هر موقع هر جا رو گشتین دیدین خانم پیدا نمیکنین، باید یک جایی رو برای اون خانومه خالی بکنید، باشه؟ حالا تو اینجا که سفید باید سمت راست باشه حتما، اون مهره‌ای که میخواید خاص خانم خالی کنین سمت راست باشه. صندلی سمت راست خالی شد، حالا این حرکت رو انقدر تکرار میکنیم تا خانم بیاد اینجا. چه حرکتی؟ و تاکسی میاد دم در، این تاکسی مونه سمت راست، دوبار در رو باز میکنیم، اینیم خانم نایمد، ای بابا. دوباره تاکسی میاد دم در، سمت راست، دوبار در رو باز میکنیم، بازم خانومه نیمد، ای بابا گم شده پس بند خدا. تاکسی میاد دم در، دوبار در رو باز میکنیم، بله خانوممونم اومد. پس هر موقع خانوممون گم شد کافیه به اون تاکسیش زنگ بزنیم، تاکسی میاد دم در، دوبار میاد بالا، انقدر این کار رو تکرار میکنیم تا این خانوممون هم درست بشه و به همین راحتی این مرحله هم حل میشه. هیچ حالتی غیر از این حالت ها توی این مرحله وجود نداره. خوب دقت کنین، مهمترین مرحله روبیک واسه شروعه. هر کجا شما متوجه نشدین ویدیو رو عقب جلو کنین، اگر متوجه شدین تو کامنت ها حتما سوالتون رو بپرسین تو یوتیوب.
پس در انتهای مرحله چهار تا خانم باید بنداره خورشید. اگر گوشه ای هم درست شده بود مهم نیست، شما اینا رو نگاه نکنید و فقط همین چهار تا خانم رو نگاه کنید. تمرین کنید، بریم در ادامه تا هم رو هم. I'm going to go with Sebastian and I'm actually quite pleased you picked Kiklet because Sebastian is actually using one of my cubes. 3, 2, 1, go. That's all. This one's pretty important. Sebastian turning pretty well. Philip yeah. also turning very, very quickly, but it looks like oh, both on P a little bit. They're both messed up so bad. Whoa! میریم به سراغ مرحله دوم روبیکمون. تو مرحله دوم این خانومایی که اومدیم کنار خورشید رفتن مهمونی، حالا دیگه شب شده میخوان برگردن خونه هاشون، میخوان ببینیم که چه جوری باید برشون گردونیم به خونه هاشون. خب اینجا یک خانوم است داریم، خانوم صورتشون سفید بود دیگه، هر خانومی اینجا یک رنگ لباس داره، اینجا یک رنگ شلوار، اینجا نارنجی اینجا آبی. الان این خانومه لباسش نارنجی، شلوارش آبی. خب لباس شلوارش باید همرنگ باشه دیگه، پس میگیم باید شلوارش پیدا شه. اینجا بالا رو میگیریم، دولایه زیر رو میچرخونیم. لباس شلوار همرنگه؟ نه. بالا رو میگیریم، دولایه زیر رو میچرخونیم. لباس شلوار همرنگه؟ بله. نه. دوباره بالا رو میگیرم، دولایه زیر رو میچرخونم. لباس شلوارشون که همرنگ شد، روبیکو میذارم روی میز، دو تا آسانسور میذارم تا خانومه بره خونه‌اش. دستمو میگیرم پشت رو، دو تا آسانسور به هر جهتی خواستین، یک دو، این خانم رفت. خب اینجا دیگه خانم ندارم، روبیکمو اینوری میکنم، میام سراغ این که خانمه. لباس شلوارش هم رنگه؟ نه. اینم باید پیدا کنم. بالا رو بچا این لایه رو نمیچرخونید ها، بالا رو میگیرین، دو لایه زیرو میچرخونین. لباس شلوارش هم رنگ شد؟ لباس قرمز شلوار آبی؟ نه. دوباره دو لایه زیرو میچرخونیم، هم رنگ شد؟ نه. حالا که هم رنگ شد چی میزنیم؟ دوتا آسانسور. دستم میره پشت روبیک، یه آسانسور دو آسانسور. این خانومم رفت خونهشون، خدافزی کرد، دیگه خانوم نداریم. اینجا میام اینور، اینجا خانوم دارم، لباس شلوارش رنگیه، لباسش آبیه، شلوارش سبزه. خب حالا هم رنگ نیست، از بالا رو میگیرم، دولایه زیر رو میچرخونم، هم رنگ شد؟ نه. دوباره دولایه زیر رو میچرخونم، هم رنگ شد؟ بله هم رنگ شد. حالا که هم رنگ شد چی میزنم؟ دوتا آسانسور، یک دو. اینم نیست خانوم، اینم خانوم نیست، اینم خانوم، یه خانوم اینجا مونده. این خانوم رو بفرستم تو خونش، تمومه. خب لباس شلوارش هم رنگه؟ نه. بالا رو میگیرم، دو لایه زیر میچرخونم، لباس شلوارش هم رنگه، دو تا آسانسور میزنم و اینم میره تو خونش. یه خانوم مونده، لباس شلوارش رو هم رنگ میکنم، دو تا آسانسور میزنم و اینم رفتش توی خونش. خب اینجا خانوم نیست، اینجا خانوم نیست، اینجا خانوم نیست. وقتی همه خانوما تموم میشه، زیر روبیکمون یک به علاوه سفید درست میشه، کناراش هم دوتا دوتا درست شد. میبینید بچه ها؟ به علاوه سفید با این دوتا 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 درست شد. حالا یه موقع از بعضیتون میگین که آقای کریمی ما روبیکمون مثلا یکیش لباسش ست میشه، بقیه رنگا لباس شلوارشون ست نمیشه، چیکار کنیم؟ بچه ها اگه به همچین مشکلی برخوردین، باید توی یوتیوب من یا توی آپارتمان دنبال ویدیوی چرا گاهی مکعب روبیکمان حل نمیشود بگردید. توی اون ویدیو توضیح دادم که دلیل اینکه بعضی موقع حالا اینا ست نمیشه چیه، چون روبیکتون خرابه و روبیکای عادی خیلی راحت اینا رو دونه دونه، اینا رو همونجور که یاد دادم دونه دونه ست میکنیم، میفرستیم پایین و همشون ست میشه. پس تو این روبیک مشکلی پیش نمیاد. روبیکتون اگه مهرهاش در اومده، قبلا در اومده، افت زمین، اشتباه داده باشین سر جاش، حل نمیشه توی این مرحله و باید 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 اون ویدیو رو ببینیم، ویدیو چراگاهی روبیکمون حل نمیشه. تا مشکلتون حل شد این در ادامه با ما همراه بشین. پس تا انتهای این مرحله به اضافه سفید ساخته شد، کناراش هم دوتا 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 ساخته شد. بریم برگردیم واسط بعدی. خانومای ما که رفتن خونه، حالا باباهامون هم میخوان برن خونه دیگه، آقاها هم قراره برن خونه. خب آقاها
این مهره های سفید گوشن، مثلا اینجا گوشه سفید داریم، اینجا داریم، اینجا داریم، اینجا داریم. ما کلا سه نوع آقا داریم، کلا سه نوع آقا داریم. مثلا من حالتاشو براتون پیش بیارم. دو تا آقا داریم که بهش میگیم آقای خوب، تو ردیف بالا رو به روی ما هن. که اینا مهمترینن، آقاهای خوب جلوی ما هن. یه آقاهایی داریم که آقاهای بدن پایینن و یه آقاهایی هم داریم که آقای سر به هوان، این بالا هن. میبینید؟ حالا چی کار میکنیم تو این مرحله؟ بچه دو تا فرمول قصه ای هم تو این مرحله داریم، خوب گوش کنید. پس حالا میام نگاه میکنم جلومو، میگم اینجا آقا هستش؟ نه. آدرس رو عوض میکنم میام اینجا. اینجا آقا هستش؟ نه. آدرس رو عوض میکنم میام اینجا. اینجا آقا هست؟ بله. خب این آقای صورتش سفیده، آقای خوبم هست، ما دنبال آقای خوب میگردیم اول از همه. پس بچه ها الان تو روبیکتون دنبال آقای خوب بگردین، دنبال آقاهای دیگه نگردین پایین و سر و هوا. آقای یه کلاه داره، کلاه شرنگی سبزه. پس رنگ این آقاه کلاه سبزه. کلاه باید با این وسطیه همرنگ باشه، با این شلواره همرنگ باشه. کلاه سبز این آبیه، پس همرنگ نیست. بالا رو میگیرم، دولایه زیر رو میچرخونم، کلاه با این شلواره همرنگ نیست. دوباره بالا رو میگیرم، دولایه زیر رو میچرخونم، کلاه با این شلواره همرنگه. حالا که آقاه کلاه با این شلواره همرنگ شد، دو حالت ممکنه برای ما پیش بیاد. یکی این که آقای سمت راست باشه، یکی این که آقای سمت چپ باشه. الان فعلا آقای سمت راست داستانش رو گوش کنیم بچه ها. اگر که آقای سمت راست باشه، یا همون بابای ما سمت راست باشه، تق تق در میزنه، یه دونه حرکت بالا سمت بالا به چپ میزنیم، یعنی میره کنار. در زد دیگه. حالا در راست باز میشه، بابامون بر میگرده تو خونه، در راست بسته میشه و این بابای ما اینجا حل شد. یه بار دیگه تق تق در میزنه، چون بابای راسته میره کنار که در بهش نخوره، میره این ور که در بهش نخوره. حواستون باشه بچه ها، چون حرکت سمت راست فقط دست راست هم چقدر دست چپ این ثابته، پس توی حرکت سمت راست حرکت دست چپ اصلا نداریم. دست راست چپتون ثابته، دست راست چون سمت راسته. تق تق در میزنه، میره سمت چپ. حالا چی میشه؟ در باز میشه، بابا میاد توی خونه، بابا میره پایین. خب این بابامون حل شد. پس این بابای سمت راست بود و اینم داستان تو خونه رفتنش که چجوری میره. پس اگه بابای سمت راست داشتین اینجوری میره تو خونه. حالا اینجا بابا داریم؟ نه. اینجا داریم؟ نه. اینجا داریم؟ بله. یه بابای خوب دارم. خب بابای کلاهش رنگی قرمزه، بابای کلاهش قرمز رنگ بالاییش، با شلوار ست نیست. بابای کلاهش با شلوار ست نیست. بالا رو میگیرم، دولایه زیر رو میچرخونم. آها، حالا ست شد. این سری بابای سمت چپه، پس با داستان سمت چپ باید بره تو. این سری با دست راست رو بیکنه گه میدارم، خیلی راحت تق تق در میزنه، میره این ور، بالا میره سمت راست یا همون مخالف، چون سمت چپ بود. در سمت چپ باز میشه، بابای میاد توی خونه، بعد که اومد توی خونه میره پایین. اینم حل شد، همین راحتی. خب دنبال بابای خوب بعدی میگردم. اینجا که ندارم، اینجا هم ندارم، اینجا هم ندارم، اینجا هم ندارم. خب حالا بابای اشتباهی یا بابای بد باید پیدا کنیم. باباهای سر به هوا نه، بابای بد، بابایی که این پایین هست، اینجا هم ممکنه باشه. الان بابای بد سمت راست دارم، بابای بد سمت راست. برای اینکه بابای بد سمت راست رو اول بیارمش تبدیل کنمش بابای خوب، کافیه بابا رو الان سمت راسته، بابا رو بیارم بالا، چون سمت راسته بالا رو ببرم راست، بعد بابا رو برگردونم پایین، شد یک بابای خوب. پس اگر بابای بعد سمت راست داشتیم، بابا رو میارم بالا، چون سمت راسته بابا میره سمت راست، سمت راست میاد پایین، شد یه بابای چی بچه ها؟ بابای خوب. حالا بابای خوب رو چی کار میکنیم؟ خب کلاشو با شلوارش ست میکنیم، این ست نیست، نارنجی با آبی ست نیست، نارنجی با نارنجی سته. حالا که ست شد بابای خوب، بابای سر ست میشه، چه فرمولی میزنید براش؟ تق تق در میزد، بابا میرفت کنار، در سمت راست باز میشد، بابا میامد توی خونه، بابا بر میگشت پایین. خب حالا اینجا دیگه بابا نداریم، بابا نداریم، دوباره بابای پایین باید پیدا کنیم. این سری بابای پایینمون، بابای بعدمون سمت چپه، باید از اینجا بندازمش بیرون. چجوری میندازمش بیرون؟
بابا میاد بالا، چون سمت چپ میندازمش بیرون سمت چپ، بعد بابا بر میگرده پایین، به همین راحتی شد بابای خوب. حالا کلاش هم که سته، فرمول سمت چپ چی بود؟ تق تق در میزد، میرفت کنار، در سمت چپ باز میشد، میومد تو خونه، بر میگشت پایین. حالا که همینا رو حل کردیم، سفید ما حل شد، اینجا ها یک تیه برعکس ساخته شد، همونطور که این در واقع ردیف اولمونم کامل درست شد. میبین ردیف اولمونم کاملا درست شد، در واقع چون کلاهشون ست کردیم ردیف اول درست شد، سفیدم درست شد. خب بابای خوبو گفتیم، بابای بعدو گفتیم، ولی بابای سر به هوا رو نگفتیم. بچه‌ها دقت داشته باشین، وقتی یک بابای سر به هوا میشه باید اول خونه‌شو براش پیدا کنیم. بابای سر به هوا دو تا رنگ لباس پوشیده، هم ناگهان این سفیده، این سبز، اینم نارنجیه. این بابای سر به هوا، این سبز، اینم نارنجیه. سبز و نارنجی، سبز و نارنجی پیدا میکنم. اینها دو تا شست دستم رو میذارم روی سبز و نارنجی، سبز و نارنجی. بابا رو میچرخونم تا بیاد بین دو تا انگشتای من. این بابا الان بین دو تا انگشتای منه، پس اینجا میشه خونش. یه رنگ دیگر هم بزنیم براتون مثال بزنم. خب این بابای سر به هوا، بابای سر به هوا لخونش اینجوری پیدا میشه، میگم این یه رنگش نارنجی، یه رنگش آبی. پس نارنجی رو پیدا میکنم یه شستم رو میذارم، آبی رو پیدا میکنم یه شست دیگه رو میذارم. بابا اینجاست، میچرخونم میاد بین دستم. حالا که بین دستم اومد میذارمش روی میز، میگیرمش. بابا رو همیشه سمت راستم، سمت چپ نگیرید، بگیرید سمت راستتون. حالا این کارو کنین، بابا رو بیارید بالا، بفرستینش سمت راست، دوباره برگردونیدش پایین. پس خونش، بابای سر به هوا میاریم بین خونش، میگیریمش سمت راست، بابا میاد بالا میفرستیم سمت راست، بابا میره پایین. حالا یه بابای خوب داریم دوباره. خب خداشو بابا سر به هوا هم بابای خوب شد، کلاهش که آبیه. ست میکنیم با این مرکز وسط. حالا که ست کردیم، فرمول سمت چپ بابا چی بود؟ تق تق داستانش در میزنیم، بابا میره سمت راست، در چپ باز میشه، بابا بر میگرده، بابا میره تو خونه، در بسته میشه. و به همین راحتی ما با دو با چهار تا داستان واسه باباهای خوب و باباهای بد و باباهای سر به هوا یاد گرفتیم چجوری روبیکمون رو کاملا بسازیم. امیدوارم تا اینجا رو یاد گرفتیم. تا اینجا رو خیلی تمرین کنید، حداقل 7 8 10 بار تا اینجا روبیک رو بسازین، بعد برین سراغ ادامه آموزش، با ما همراه بشین. تو مرحله بعدی خب مامانا که رفتن خونه، بابا هم رفتن، خب بچه هم باید برن خونه دیگه. حالا بچه ها رو باید چیکار کنیم؟ ببینین بچه ها لباس زرد تنشون نمی کنن هیچ وقت، برای اینکه قاطی نکنن بابا ها اونا رو. پس این مهره وسطی رو انتخاب می کنیم که توش زرد نباشه. الان این بچه بالاش زرد، پایینش نارنجی، پس این بچه نیست. این چی؟ این پایینش زرد، بالاش آبیه. اینم بچه نیست. این چی؟ بالاش قرمز، پایینش آبیه. این بچه است. این یه بچه خوبه برای ما. خب بچه که انتخاب کردیم نباید زرد داشته باشه، قرمز و آبی، درسته. لباس بچه چه رنگیه؟ لباسش آبیه. لباسش رو باید با شلوار ست کنیم دیگه. لباس با شلوار. بچه رو میگیریم، دولای زیر رو میچرخونیم. لباس و شلوار ست شد. دوباره دولای رو میچرخونیم. لباس و شلوار ست شد. نه. دوباره دولای رو، لباس و شلوارش ست شد. حالا که ست شد چیکار میکنیم؟ میذاریم روی میز. خب لباسش که آبی بود، حالا کلاهش، کلاه بچه قرمزه. یه نگاه به چپ میکنم نارنجیه، یه نگاه به راست میکنم مرکز قرمزه. پس بعد از این که ست کردیم نگاه میکنیم کلاهش همرنگ مرکز راسته یا همرنگ مرکز چپه. خب همرنگ مرکز راسته. پس اگر بچه خواست بره همرنگ سمت راست، یعنی خونه سمت راسته دیگه، همرنگ راست بره یعنی خونه سمت راسته، داستانش میشه اینجوری. بچه تق تق در میزنه،
میره کنار، قایم میشه چون دیر داره میره، میخواد دعواش نکنن. بابا میاد بالا، میره دنبال بچه اونور، بچه هم سریع اومد اینجا. حالا بابا برمیگره پایین بچه رو میگیره. بابا و بچه چسبیدن به هم دیگه. حالا که چسبیدن، این بابا با بچه ما هم میخوان برن خونه. این مرحله قبلی، داستان مرحله قبلی، باباها کلاهش که سته، تفتق در میزنه، در میره کنار، در باز میشه، حالا این سری با بچهش میره تو خونه و در بسته میشه. خب این از این. میریم بابای بعدی رو داشته باشیم، ما بچه بعدی. خب این که نمیتونیم، چرا؟ چون این بالاش نارنجی پایینش زرده، گفتیم نباید زرد باشه. میایم اینجا اینو میتونیم، چون بالاش نارنجی پایینش سبزه. لباس شلوار بچه رو ست میکنم، ست شد. حالا کلاهش رنگی نارنجی، نارنجی هم رنگ مرکز چپ یا هم رنگ مرکز راست، یا خونه چپ یا خونه راست؟ هم رنگ خونه راست دیگه، همرنگ خونه راسته. حالا که همرنگ خونه راسته، دوباره همون فرمول قبلی هست، همون داستان قبلی خودمون، بیش فرمول هم بگیم، همون داستان سمت راست. تق تق در میزنه، میره کنار، بابای نبینتش. بابای میاد بالا، میونه کسی نیست، میره اون ور دنبالش. بچه هم داره میاد سر جاش آروم. حالا بابای بر میگره پایین و بچه رو میگیره. چس بابای بچه رو گرفت، حالا با هم میخوان برن توی خونه. اینجا بابا داریم، تق تق در میزنه، میره کنار، در باز میشه، با بچه میرن تو خونه و میرن پایین. اینم حل شد. بابای بعدی، میگم بابای بچه بعدی اینجاست. لباسش سبز با شلوار ست میکنم، لباس و شلوار ست شد. حالا کلاهش قرمزه، کلاهش همرنگ خونه وسطی سمت راست یا خونه وسطی سمت چپ؟ همرنگ سمت چپ. پس اون داستان قبلی نیست، داستان جدید باید بزنیم. وقتی همرنگ وسطی یا همون خونه دست چپه، بچه ما تق تق در میزنه، ولی این سریشون نبیننه، چون خونهشون سمت چپه، میره آروم سمت راست که باباش نبینتش. بابای باز میاد بالا، میبینه کسی نیست، این سری میره سمت چپ چون خونهشون سمت چپه، میره دنبال بچهه، بچه هم سر جاش آروم. بابای یهو برمیگره پایین، بابای بچه رو گرفت. حالا که بچه رو گرفت، خیلی راحت، داستان بابا کلاش هم که سته، بابا تق تق در میزنه، میره کنار، در باز میشه، میره تو خونه و میره پایین. دقت کردین بچه ها؟ دقیقا بابایی که بچه رو میگیره این مرحله قبلی مرحله باباها. خب یه مهره دیگه مونده، این که زرد داره، اینم که بعد زرد داره، اینم زرد داره، این که زرد نداره بچه ماه، این که زرد نداره، من حالتش رو پیش حالت دیگرتون پیش بیارم. آها بچه ماه. خب شلوارش آبی ست میکنم، ست شد. کلاهش همرنگ نارنجی یا همرنگ قرمز؟ نارنجیه دیگه، کلاهش نارنجیه. پس خونهشون سمت چپه، تق تق در میزنه، میره سمت راست که بابای نبینتش. سمت چپ بود دیگه، بابای چپ میاد بالا، میره سمت چپ دنبالش، در باز کرد رفت دنبالش. بچه اومد تا خوشحال میشه بره خونه، بابا میگیرتش. حالا بابا و بچه پیش هم دیگه، تق تق در میزنه، میره کنار، در باز میشه، میره تو خونه و میره پایین. و خب دیگه اینجا بچه نداریم چون این زرده، اینم زرده، اینم زرده، اینم زرده. وقتی همه بالا زرد شد، یعنی همه بچه های ما رفتن تو خونه شون. چجوری میفهمیم؟ شیشتایی پایین همشون درست میشه. 1 2 3 4 5 6 این درسته، 1 2 3 4 5 6 این درسته، 1 2 3 4 5 6 همه شیشتایی پایین درست شد و در واقع دولایه اول ما حل شد. یه حالت استثنا هم داریم، نها کنین، الان اینجا که زرده، اینم زرده، اینم زرده، اینم زرده. وقتی همه بالا زرد میشه، گفتیم همه شیشتایی باید درست شده باشه دیگه. این درسته، این درسته، اینجا غلط. حالا ممکنه یه دونه غلط باشه، الان 5 تا درسته، 1 2 3 4 5. بالا هم همه زرده، پس هیچ بچه‌ای رو بالا نداریم. اینجا احتمالاً یه بچه اشتباه رفته تو خونه‌شون. اشکالی نداره. وقتی یه بچه اشتباه میاد تو خونه‌شون، من الان نگاه میکنم سمت چپم این بچه، سمت راستم خرابه، سمت چپم؟ خب سمت چپم خرابه دیگه. چون سمت چپم خرابه، اشکال نداره. یه بار فرمول میگم، فرمول این داستانی که میگم رو اجرا میکنیم. وقتی الان چون سمت چپه، بچه چپو میاریم بالا، میفرستیم سمت چپ، در چپو میبندیم. حالا یه بابا داریم اینجا، این باباها رو حل میکنیم این مرحله قبلی. او حالا یه دونه بچه اومد بیرون که زرد نداره، ستش میکنم شلوارشو،
کلاهش هم رنگ سمت چپ، پس داستان سمت چپ رو میزنم، میره سمت چپ، بابا میاد بالا، میره دنبالش، میاد پایین میگیرتش. حالا که گرفتتش با هم دیگه میرن توی خونه. حالا اگر که اینا دارم همه بالا زرده، میرم اینجا 5 تا 6 تا درست نشده، خب این سری سمت راستم خرابه، سمت راستو چیکار میکنم؟ بچه سمت راستو میارم بالا، میفرستم سمت راست، درو میبندم. درو که بستم دوباره یه بابا دارم اینجا، بابا رو چیکار میکنم؟ تق تق در میزنه، میره کنار، در چپ باز میشه، میره تو خونه، میره پایین. و حالا یه بچه هم اینجا دارم، سبز و نارنجی، لباسش ست میکنم، کلاهش هم نارنجی، هم رنگ این وره، بالا هم رنگ این ور میکنم، تق تق میگم در میزنم، فرار میکنه، باباش میاد بالا، میره دنبالش، میره پایین. حالا بابا و بچه با هم داریم و حلشون میکنیم. حالا دیگه 6 تایی ها حل شد. پس اگر بچه هایی داشتیم که خونهشون اشتباه بود یا همه بالا زرد شده بود، با این سبک حلش میکنیم و تا پایان این مرحله دوله اول باید حل شه. حتما قبل اینکه دارم آموزش بدین 7-8-10 بار تا اینجا رو تمرین کنیم و بعد برین سراغ آموزش. تا اینجاش بسیار 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 مهمه. امیدوارم تا اینجا آموزش لذت برده باشین، با دوستاتون به اشتراک بذارین، در ادامه ویدیو ما همراه باشین. ارادت. Hey, bye. What do you want? Dana Yee, 18. Yes! Oh. Hey, Max! امیدوارم که تا اینجا آموزش رو خوب تمرین کرده باشین و اگه هنوز مسلط نشدین برگردین تمرین کنین، دوباره بیاین سراغ ادامش. تو گام بعدی ما در واقع میخوایم یک به علاوه یا همون علامت به اضافه یا جمع رو توی سطح زردمون هم درست کنیم. اصطلاحاً بهش میگیم خرید صندلی. من به این مرحله میگم خرید صندلی، چون گفتم کلا داستان‌های متفاوتی برای روش داستانی هست. من سعی کردم ساده‌ترین داستانی که هست رو بهتون آموزش بدم تا راحت‌تر باشیم بچه‌ها. ما 4 صندلی داریم، 4 صندلی زرد که میخوایم این 4 رو بیاریم توی خونمون. این سطح بالا خونه اون آقا خانم و بچه هست، مام بابا و بچهه. میخوایم این 4 رو بیاریم توی خونه. حالا برای اینکه بیاریم توی خونه کلا 3 حالت ممکنه پیش بیاد. یه نکته، اگر که الان به حالتی توی روبیکتون رسیدین که گوشه های زرد هم داره، یادتون باشه دستتون رو باید بذارین اینجوری گوشه ها و گوشه ها رو اصلا نبینید، چون تو این مرحله به گوشه ها کاری نداریم. خب پس میرسم اینجا، دستم میذارم روی گوشه ها. من یک حالت دارم که هیچ صندلی نداره، نه اینجا هیچ صندلی نداره، دستم رو گوشه هاست. یه حالت دارم 2 صندلی کنار هم داره، یه حالت هم دارم 2 صندلی روبه روی هم داره، یه حالت هم دارم 4 صندلیش هست. ببینیم چی میشه بچه. داستان این قسمت خیلی ساده و جذابه، خوب گوش کنین. دستمون رو می‌ذاریم رو گوشا، کدوم حالته؟ حالتی که هیچ صندلی نداره. حالا که صندلی نداریم از هر طرف بگیریم فرقی نداره. فور این داستانی که میام می‌زنیم، در آسانسور به سمت راست باز میشه. بابا بچه اومدن اینجا، بچه‌ها با هم دیگه. مامان می‌خواد بفرستتشون اینا برن خرید کنن و صندلی بخرن و بیان. خب اینا اومدن بالا. مامان میاد بالا به بابا و بچه میگه باید چی کار کنن. بعد بابا و بچه میرن سمت چپ. بعد ماما خب میره توی خونه دوباره. بابا و بچه صندلیه که میخرن بر میگردن اینجا و حالا برای اینکه برن تو خونه آسانسور رو میرن سمت پایین. یعنی این آسانسور میاد بالا، این آسانسور میره پایین. رفتن توی خونه شون. خب حالا دستم رو میزنم روی گوشه ها. چه حالتی داریم؟ 2 صندلی کنار هم. بچه دوتا صندلی کنار هم رو باید اینوری بگیریم، یعنی به سمت بالا. اینوری غلطه، اینوری غلطه، اینوری غلطه، اینوری درسته. دوتا صندلی داریم، باید دوتا صندلی دیگه بخرن دیگه. پس بابا و بچه
با آسانسور میان بالا. اومدن بالا. ماما میاد بالا، بهشون میگه بچه صندلی بخرن، چه رنگی بگیرن. بابا بچه میرن که بخرن. ماما میبینه کاری نداره، برمیگرده پایین. بابا بچه خرید میکنن، برمیگردن، با آسانسور میرن پایین. خب دوباره دست ها میذارم روی گوشه ها. حالا دو تا صندلی روبروی هم داریم. ای دو تا صندلی باز کمه، برن دو تا صندلی دوباره بخرن دیگه. بچه ها این دو تا صندلی روبروی همه باید اینجوری بگیرین، اینجوری نباید بگیرین ها. خب حالا که روبروی همه، بابا و بچه دوباره میرن با آسانسور بالا. ماما میاد بالا صداشون میکنه که برن چیز بخرن. بابا و بچه میرن، ماما بر میگرده، بابا و بچه خرید میکنن، بر میگردن و میرن پایین. و بله دست هم زن روی گوشه ها، چهار تا صندلی و بابا و بچه رفتن خریدن و اومدن به همین راحتی. حالا یه دقیقه دقت کنین، مثلا شما الان آقای کریمی، روبیک من اینطوری نیست، مثلا یه حالت بچه گویتون گوشه اگه داشتیم و دستمون رو گوشه ها باشه، گوشه زرد. آقای کریمی من یه دونه بچه دارم، یه دونه صندلی دارم. خب ما یه دونه صندلیش حالتی امکان نداره داشته باشیم، یا باید هیچی صندلی داشته باشیم، یا دو صندلی، یا چهار صندلی. وقتی یه دونه هست، بدونین روبیکتون اشتباهه، یعنی مهراش در اومده برعکس جا خورده. باید برین ویدیوی چرا گاهی روبیک ما حل نمی‌شود رو ببینید تا توی اونجا یاد بگیرید این مشکل روبیکتون رو رفع کنین و بعدش بتونید این مشکل رو هم حل بکنید. من اینو بندازم سر جاش. خب یه مثالم بخوام حل کنم براتون، فکر کنیم که اینجا، خب دستم میذارم روی گوشه های زرد. چند تا صندلی دارن؟ دو تا کنار هم، دو تا کنار هم گفتیم باید اینوری بگیریم دیگه. بله بچه ممکنه هر کدوم از این حالت ها باشه، چه بالا چه پایین، هر ممکنه اصلا یه بدون صندلی باشه، ممکنه دو صندلی باشه، صندلیش تعدادش مشخص نیست. خب میگیریم اینجا داستانو میزنیم. بابا بچه با آسانسور میرن بالا، مامان میاد بیرشون میگه چیکار کنن. بابا بچه میرن صندلی بخرن، مامان برمیگرده پایین، بابا بچه میان عقب، میان تو خونه و با آسانسور میرن پایین. دوباره دستم رو گوشه ها، دو تا صندلی روبروی هم داریم. بابا بچه میان با آسانسور بالا، مامان میره بهشون میگه چی بخرن، بابا بچه میرن خرید کنن صندلی ها رو، با مامان برمیگرده، بابا بچه میان تو خونه و با آسانسور میرن پایین. و به علاوه سرد ما درست میشه در واقع خورشید و چهار تا صندلی. تا اینجا رو خوب خوب یاد بگیرید، داستان ها رو حفظ کنین، در ادامه ویدیو با ما همراه باشین. میریم سراغ مرحله بعدی، مرحله مرتب کردن میزا یا همون خرید میز، که در واقع میخوام بهتون یاد بدم میزها چیان، یا به اصطلاح فرمول ماهی. شاید ماهی رو شنیده باشین. خب ماهی این شکلیه بچه ها، میگیم هر موقع سه تای بالا زرد نباشه، یک دو سه میشه ماهی. ما توی این مرحله خب صندلی های زرد رو خریدیم، درسته؟ صندلی های زرد رو خریدیم و حالا میخوایم با هم دیگه میزهای زرد رو هم بخریم. یعنی چی؟ یعنی این گوشه ها رو هم بهش میگیم میز، به این گوشه ها، اینو 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 این گوشه ها رو هم بخریم که کل زردمون کامل بشه. برای این کار ما یک فرمولی داریم به اسم ماهی توی روش فرمولی، و اینجا یک داستان داریم به اسم خرید میز. خب شما حالت ایدئالتون اینه که ما سه تا میز نداشته باشیم، یک دو سه. اگر سه تا میز نداشتیم بهترین، یعنی حالت اصلی ما اینه که ما سه میز نداشته باشیم. پس
ما میخوایم حالتمون رو به حالتی برسونیم که سه میز نداشته باشه. حالا که سه میز نداریم، سه میز رو همیشه اینجوری میگیریم، میزی که کامله رو زرد خریدیم و میگیریم سمت چپمون، این فرمول رو میزنیم. بابا بچه میان بالا، میرن ببینن که چند تا میز رو پشت بوم دارن تو خونشون، مامانم که باشون اومده بود میره پایین کارا رو بکنه. بابا و بچه اینجا رو نگاه میکنن، میرن این پشت ببینن خب اون پشت چند تا میز دارن تو خونشون. مامان صداشون میکنه، میگه خب بچه کاراتونو کردین، بیاین پایین ببینم چی شد، چند تا میز نیاز داریم. بابا و بچه بودو بودو دوبار میرن پایین، میان پیش مامان، به مامان میرن پایین، ستایی رفتن پایین و رنگ زرد ما کامل حل شد، چهار تا میزمون حل شد. حالا ممکنه شما الان میز نداشته باشین، اصلا سه تا میز نباشه. ببینید دوستان، ما الان مثلا توی این حالت ما دو تا میز نداریم، چند تا میز نداریم، گفتیم بهترین حالت باید سه تا میز نباشه دیگه، پس باید تبدیلش کنم به حالتی که سه تا میز نداریم. برای اینکه تبدیل شه به حالتی که سه تا میز نداریم، یک میز خراب رو اینجا باید پیدا کنم پایین سمت چپ، اینجا که میز خراب نداره، الان دو تا هست دیگه، باید تبدیل شه به سه تا بدون میز. اینجا که زرد ندارم، اینجا هم زرد ندارم، اینجا زرد دارم، این میشه یک میز خراب. به زرد سمت چپ میشه میز خراب. میگیرم جلوی خودم، فرمولی که گفتم رو با هم میزنیم یا همون داستانمون رو. بابا بچه میان بالا و مامان، بابا بچه میرن پشتمون تو خونه رو ببینن که حالا خب چند تا میز دارن که میخوان بشینن. ما میره پایین کاراشو بکنه، بابا بچه میرن این پشت رو چک کنن، ما میاد بالا صداشون میکنه با صدای بلند که بابا بیاین خونه اینم چیکار کردین، چند تا میز داریم چند تا نداریم. بابا بچه بودو بودو میان تو خونه و میرن به ما خبر دادن و میرن تو خونهشون پایین. خب حالا چند تا شد؟ سه تا میز شد. ما الان سه تا میز نداریم. گفتیم چجوری باید بگیریم این میز کامله رو، باید بگیریم سمت چپمون. دوباره بابا و بچه میان بالا و مامان، میرن پشتمون چک کنن چند تا میز دارن واسه خونهشون. مامان میره پایین کارا رو بکنه، بابا بچه میان پشت چک بکنن، مامان میاد بالا صداشون میکنه، بودو بودو میان پیش مامان و میرن پایین. دوباره سه تا میز نداریم، دوباره یه میزی کامل رو میگیریم سمت چپ. سه تا میز بچه حالت اصلی من. حالا چیکار میکنیم؟ بابا و بچه میان بالا، میرن پشت بوم، ماما میره پایین، میرن پشت رو ببینن، بابا میاد بالا، ماما صدا میاد بالا صداشون میکنه، بودو بودو میرن شما میرن پایین. کل زرد ما حل شد. حالا گفتیم که اگر سه تا نبود چی کار میکنیم؟ گفتیم اگر که مثلا چهار تا مثلا، اگر که سه تا نبود یه صندلی خراب سمت چپ رو پیدا میکنیم، همون داستان رو براش اجرا میکنیم. حالا دو تا صندلی خراب داریم، دوباره به تب بزنم دیگه، باید بشه سه تا صندلی خراب سمت چپ رو میگیریم جلومون، همون داستان رو براش میزنیم. من توضیح دادم بهتون دیگه. حالا که سه تا خراب شد، میگیریم سمت چپمون صندلی رو و همون داستان رو میزنیم. دوباره خراب صندلی سالم تو سه تا حالت حتما سمت چپ باشه، دوباره همون رو میزنیم و زردمون هم کامل میشه. پس ما دو ردیف اول رو یاد گرفتیم و سطح زرد رو، دو مرحله تا تکمیل روبیکمون مونده. تا این داستان رو خوب تمرین کنین، بعد به ادامه موضوعش برین. با ما همراه باشین. خب تو یک گام به پایان میرسیم به داستان دزدی. حالا چرا دزدی؟ ببینید دوستان، اولین کاری توی این مرحله باید بکنیم یک جفت رنگ یا دوقلو پیدا کنیم. حالا جفت رنگ دوقلو چیه؟ من دستام میذارم روی انگشت، دستام میذارم روی مهره وسط، باید اینجا و اینجا هم رنگ باشن. الان این دو تا هم رنگ نیستن، درسته؟ پس اینجا دوقلو ندارم.
میام این ور دست ها میذارم این وسطیه، اینجا و اینجا هم رنگ نیستن، پس این هم ول میکنم. میام این ور دست ها میذارم رو اینجا و اینجا و هم همرنگن، پس این میشه دوقلو یا جفرنگ. ما وسطش هم کاری ندارم، جفرنگ یا دوقلومو با زیرش همرنگ میکنم، ست میکنم لباساشون رو، ست میکنم. ست که کردم میگیرم دست چپ هم و داستان ما شروع میشه. داستان از این قراره که خب اون مهمونیه بود، رفتیم براش صندلی خریدیم، براش میز خریدیم، اون مهمونیه داره برگزار میشه، یا میبینن که از بالا داره صدا میاد پشتمون، فکر کنن دزده. حال همسایه سمت چپی با بابای میاد بالا، میره سمت خونه خودشونو بگرده، ببین آقا این وقت دزده. خب سمت راستی هم شنیده دیگه، همسایه سمت راست هم میاد بالا، این هم میره سمت خونه خودشونو بگرده. همینطور که این رفت، این سمت چپی دید خبری نیست، بر میگرده سر جاش و میگه خب خبری نیست، من برم پایین بخوابم، میره پایین. حالا همسایه سمت راستی هم میبینه خبری نیست، بر میگرده سر خونهش، میره پایین. وقتی اینا چون همسایه چپی و راستی با هم آمدن بالا، میزای ما به هم ریخت، یه پاشون خورد تو پشت اون، میزامون به هم ریخت. برای همین یک بار دیگه میشه مرحله شماره 6 هاتونه ساختن میزا، حالتش هم درسته سه تا مهره نباشه. حالا چیکار میکنیم؟ فرمول میزا رو میزنیم، همون که بابا میومد بالا، مرحله قبلیمون بابا میومد بالا میرفت پشت بوم با بچه، مامان برمیگشت پایین، بابا میرفت پشت رو نگاه میکرد، مامان میومد بالا صداشون میکرد، بودم بودم میومدن اینجا میرفتن پایین. این کارو که میکنیم مرحله هفته ما تکمیل میشه و همه دوقلوهامون درسته، اینجا درسته، اینجا درسته، اینجا درسته، اینجا درسته. میگیم این کامل مهم نیست، ما میگیم فقط دوقلومون برام مهمه، پس همه دوقلوها درست شد. حالا یه بار دیگه براتون مثالشو حل میکنم بچه‌ها. گفتیم که توی مرحله دوقلو فقط باید چپ و راستی همرنگ باشن، پس چک میکنم دست هم میدارم وسط چپ و راستی همرنگن؟ نه. دست هم میدارم وسط همرنگن؟ بله همرنگن. حالا که همرنگن چیکار میکنیم؟ ای آقا این که وسطش چیزه مهم نیست، ما این دستمون که چپ و راستش ما ست کردیمش، میگیریم سمت چپمون، یه بار دیگه داستانو میزنیم. همسایه سمت چپ میاد بالا، میره سمت خونهشو بگرده، همسایه سمت راست هم میاد بالا، میره سمت خونهشو بگرده، همسایه سمت چپ بر میگرده تو خونه، همسایه سمت راست هم بر میگرده تو خونه، میره پایین، میره ای بابا میزا به هم ریخت. حالا همون مرحله 6 رو داستانش رو اجرا میکنن، یعنی میان بالا، میرن پشت بوم، میرن پایین، میرن دوباره پشت، ببینن چند تا میز کمه، ما میان صداشون میکنه، بدو بدو میان و میرن پایین، و توی این آخر این مرحله همه جفرنگ دوقلوهامون درست شده. حالا یه موقع هایی هست بچه ها، یه مثال دیگه بریم. خب اینجا که جفرنگ یا دوقلو نداریم، اینجا چی؟ نداریم. اینجا چی؟ نداریم. خب حالا که اینجا نداریم، اینجا چی؟ اینجا نه، هیچ جا نبود که. وقتی هیچ جا دوقلو یا جفرنگ نداریم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم که آقا یک بار فرمول دوزی رو میزنیم. وقتی هیچ جا نداریم دوقلو، پس فرق نداره هر طرف دلتون خواست، یک بار فرمول دوقلو یا همون دزدی رو میزنیم. سمت چپی همسایه میاد بالا میره این ور، راستی میاد میره این ور، چپی بر میگره، راستی بر میگره میره پایین، دوباره حالت میزمون به هم ریخت، میز رو درست میکنیم. یه بار که زدیم دوباره دنبال دوقلو میگریم. خب اینجا که نداریم، اینجا داریم، آفرین حالا درست شد. دوقلو رو با زیرشون ست میکنیم، میگیریم سمت چپمون، دوباره مرحله دزدی رو میزنیم. وقتی زدیم همه دوقلوها درست شد. پس یادتون باشه اگر که دوقلو نداشتین یک بار مرحله دوزی رو میزنید تا دوقلوتون ایجاد شه. خب و اما میریم سراغ مرحله آخرمون. خب ما یه مهمونی داشتیم که براش رفتیم میز و صندلی خریدیم، صدا از پشتبون اومد، رفتیم چک کردیم هیچی نیست. حالا موقع شامه، بابا و بچه باید برن رو پشتبون شام کباب میخوان درست کنن، پس میریم سراغ مرحله کباب. برای این مرحله یک صفحه کامل داریم، صفحه کامل رو پشتمون میگیریم،
داستان از این قراره که بابا و بچه سوار آسانسور میشن، دوبار میان بالا، میرن سمت واحد خودشون، سمت راست میخوان کباب درست کنن، یه همسایه دارن بوی کباب میفهمه، از این وسط میاد بالا، سرک بکشنه چی شده. بابا و بچه برای اینکه ببینه کباب ندن، بدو بدو میرن اون ور قایم میشن که نبینه همسایه، نه خبری نیست. پس بر میگرده پایین، بابا و بچه کبابو درست میکنن، میان این ور و با آسانسور دوبار میرن پایین. خب درست نشد روبی که اون، اشکال نداره، دوباره تکرار میکنم، صفحه کامل رو میگیرم پشت، همون کار رو انجام میدم. بابا و بچه دوبار با آسانسور میان بالا، میرن سمت راست کباب درست کنن، همسایه فوزود میاد بالا از این وسط، بابا و بچه انگاش کباب ندن دو دور میچرخن میرن اونور، همسایه میبینه خبر نیست بر میگرده پایین، اینا برای اینکه کبابشون رو آماده کردن میان سر آسانسور و دو تا با آسانسور میرن پایین و تمام. اینم اتمام حل مکعب روبی که ما الان باید روبی تونستیم چون حل کنیم. یه حالت استثنا هم اینجا داره، حالتی که دیوار کامل نداریم تو همه، فقط دو قلوها درست، اشکال نداره وقتی دیوار کامل نداشتیم یه دیوار فرضی رو میگیریم پشتمون، یه بار همین مرحله کباب رو فرمولش رو میزنیم، داستانش رو دیوارمون درست میشه، دیوار رو میگیریم پشت، مرحله کباب رو یک بار اجرا میکنیم، اگه درست نشد دوباره اجرا میکنیم، ولی با یه بار اجرا شد. و اینم حل مکعب روبیک به روش داستانی، به ساده ترین روش ممکن. دیگه با داستان دارین یاد میگیرین، پس نیازی به فرمول هم ندارین، فقط کافیه داستانا رو تو ذهنتون بسپارین. امیدوارم که دوست داشته باشین آموزش. بچه ها حتما این آموزش رو برای دوستانتون به اشتراک بذارین، لینکش رو براشون بفرستین ببینن، یوتیوب رو حتما سابسکرایب کنین، حتما ما رو تو یوتیوب دنبال کنین تا آموزش های دیگر هم ببینین. اگه که روبیک رو یاد گرفتین، خواستین آیتم های دیگر رو یاد بگیرین، روبیک دیگر یاد بگیرین، حتما تو کانال یوتیوب من مراجعه کنین، آموزش هاش همشون هستش. امیدوارم لذت برده باشین از این آموزش، حتما هر قسمت رو چند بار ببینین تا متوجه بشین، و اگر هم سوالی بود از طریق دایرکت اینستاگرام میتونین بپرسین، از طریق کامنت زیر این پست هم میتونین بپرسین. ارادتمند موفق بشین، خدا نگهدار.